خب دوستان، با این ویدیو دیگه در خدمتون هستم. تو این ویدیو فعل داشتن رو در زبان ترکی بهتون یاد میدم. این فعل با فعلای دیگه خیلی فرق داره، یعنی صرف فعل نمیشه و یه جورایی کلا یه سیستم دیگه ای داره. فعل داشتن در زبان ترکی آذری صرف میشه ولی در زبان ترکی استانبولی صرف نمیشه. بریم ببینیم که سیستمش چجوریه. خب برای اینکه ما اینو داشته باشیم، اولا باید ضمایر متصل برای مالکیت رو بدونید. اینا ضمیرهایی هستن که برای ضمیرهای مالکیت استفاده میشه. خب حالت چهارگانه دارن همشون و بنابر جدول هم‌آوایی صدا کنار کلمه مناسب خودشون قرار میگیرن. جدول هم‌آوایی صدا رو تو ویدیو قبلی داشتم، ولی خب اینجا هم واسهتون توضیح میدم. هر جا این باشه من توضیح میدم. اینطوری هستش که این صداهایی که در قسمت بالا میبینید صداهای کلفته، صداهایی که در قسمت پایین میبینید صداهای نازک هستن. اگر در حالت چهارگانه کلممون هجای آخرش به این دوتا حروف یعنی آ و ا ختم بشه، پسوندمون یکی از این دو حرف رو خواهد داشت، وگرنه با هم دیگه مچ نمیشن. اگر هجای آخر کلممون او و یا او رو داشته باشه، پسوندمون به احتمال زیاد با او شروع خواهد شد، چون پسوندی که با او باشه نداریم، من تو ذهنم نمیاد. اگر ا و ای باشه پسوندمون، اگر هجای آخر کلمه ا و ای داشته باشه پسوندمون ا و یا ای خواهد داشت. اگر هجای آخر کلممون ا و یا ای داشته باشه پسوندمون به احتمال زیاد صدای ای رو داشته باشه. خب اینها حالت چهارگانه هستن. در حالت دوگانه هم اگر پسفندمون، اگر هجای آخر کلممون او، او، آ و یا او رو داشته باشه، باز پسفندی میاد که دارای صدای کلفت هستش، یکی از این چهارتا. اگر دارای هجای آخر کلممون دارای صدای او، او، ای و ای باشه، پسوندمون هم باید دارای صدای نازک باشه. این هماهنگی صدا رو در کلمات ترکی داریم. معمولا کلماتی که این هماهنگی صدا رو ندارن اصلا، یعنی اصالتا کلمه ترکی نیستن، یا عربی ان یا فارسی ان یا انگلیسی ان. یعنی کلمات اصیل ترکی به غیر از کلمات ترکیبی مثل اسامی ترکیبی کاملا دارای این هماهنگی صدا هستند. در حالت ضمیر، ببخشید، در حالت پسوند که 100% اگر این پسوندها چیز نداشته باشن، هماهنگی نداشته باشن، که اصلا نمیشه. خب ببینیم چطور این کارو پیش میبریم. نگاه کنید، من اینجا چهار مورد پسوند رو نوشتم. اگر هجای آخرمون به آ و ای ختم بشه پسوند ام رو داریم. اگر به ا و ای ختم بشه پسوند ایم رو داریم. اگر به او و او ختم بشه پسوند اوم رو داریم. اگر به ا و ای ختم بشه پسوند ایم رو داریم. حالا برای ضمیر بن یعنی من، اول میایم اون کلمه ای رو که میخوایم بگیم، فرضاً من اینو دارم رو، اون ابژه رو، اون مفعول رو میایم پسوند ضمیر ملکی رو بهش اضافه میکنیم. میخونم این کلمه رو. نگاه کنی از هر کدوم دوتا مثال زدم. خب از هر پسوند دوتا مثال زدم و هجای آخرش رو هم که دارای صدای کلفت و یا نازک داره، این صدای
این حرف صدادار رو به رنگ قرمز نوشتم که بفهمید این پسوند صرفا به خاطر این صدای موجود در هجای آخر اومده. خب حالا میام نگاه میکنیم. بیلگیسایارم، بیلگیسایارم یعنی کامپیوترم، یاترمم، یاترمم سرمایه‌ام، کالمیم، کالمیم یعنی مدادم، خودکارم، ماژیکم، هرچی به همه چی میگن قلم، بیریکیمیم، بیریکیمیم یعنی پس اندازم، تلفونوم، تلفونوم، سورونوم، سورونوم یعنی مشکلم، گزوم، گزوم یعنی چشمم، ازومم یعنی انگورم. خب یه سری از کلمه ها شاید خیلی به دردتون بخوره، یه سری از کلمه ها صرفا به خاطر اینکه هم هوای صدا رو نشون بدم نوشتم. اوکی، خب تو مرحله بعدی اینجوری که من تو فرمولش اول میگیم بنیم، بعد کلمه رو میاریم و پسفند چهارگانه ایم رو کنارش میذاریم، یعنی کلمه‌ای که پسفند ضمیر ملکی گرفته، بعد کلمه وار رو میذاریم، میشه من دارم. خب وار یعنی موجود میباشد، یعنی وجود دارد، موجود میباشد. خب یعنی در واقع بنیم شده بیچهیم، وار من یه چیزی دارم، بنیم میشه برای من، بعد این کلمه با این پسوند میشه این پسوند که ما داریم اینجا، مثلا کتابم، بعد میگیم موجود میباشد. یعنی تو زبان ترکی فرضاً بخوایم بگیم من کتاب دارم، میگیم برای من کتابم موجود میباشد، اینجوریه که میشه چی؟ من کتاب دارم. خب حالا ببینید اون کلمه هایی که همین یه دقیقه پیش خوندم اونا رو اینجا داریم چجوری توی جمله استفاده میکنیم؟ اینجوری میشه بنیم بیلگیسایارم وار، میشه من کامپیوتر دارم، بنیم یاترمم وار، من سرمایه دارم، بنیم کالمیم وار یعنی من مداد دارم، بنیم بریکیمیم وار یعنی من پسنداز دارم، بنیم تلفونوم وار من تلفن دارم، بنیم سورونوم وار من مشکل دارم، بنیم گزوم وار یعنی من چشم دارم، بنیم ازومم وار یعنی من انگور دارم. یه بار دیگه میخونم. بنیم بیلگیسایارم وار، بنیم یاترمم وار، بنیم کلمیم وار، بنیم بیریکیمیم وار، بنیم تلفونوم وار، بنیم سورونوم وار، بریم ببخشید بنیم گزوم وار، بنیم ازومم وار. خب بریم مورد بعدی. اینجا خب گفتم که بنیم رو داریم، بعد اگر هجای آخر کلمه‌مون به حرف صدادار ختم بشه، یه کلمه باشه که آخرش حرف صدادار داشته باشه، نه اینکه فقط هجای آخرش اون حرف رو داشته باشه، آخرش یعنی آخرین حرفش یکی از این حروف صدادار باشه، اون وقت فقط یه دونه حرف م اضافه میکنید اینجا، بعد میگید وار. اینجوری میشه مثلا پارا، یاردمجی. ببینید اینا به حرف صدادار ختم شدن، اینا رو کنارش فقط یه دونه می گذاشتیم. خب پارام یعنی پولم، یاردمجیم یعنی کمک کارم،
خدمتکارم. تیزم خاله ام. بیلگیم اطلاعاتم. پیانوم پیانوم. سروم سوالم. اتوم اتوم. اتوی برقی که کار میکن. اوکی. خب. حالا ببینیم چجوری جمله میسازیم. میگیم بنیم پارم وار. یعنی من پول دارم. بنیم یاردمجیم وار. یعنی من کمک کار دارم. بنیم تیزم وار. یعنی من خاله دارم. بنیم بیلگیم وار. یعنی من اطلاع دارم. بنیم پیانوم وار. یعنی من پیانو دارم. بنیم سوروم وار. من سوال دارم. بنیم اتوم وار. من اتو دارم. خب. حالا وقتی که یه پسوندی میچسبه به کلمه‌ای که آخرش به پ ختم میشه، اون پ تبدیل به ب میشه. یه همچین قضیه ای هست. مثلا کتاب، کتابم یعنی کتابم. دولاب یعنی کمد. دولابم یعنی کمدم. چوراب یعنی جوراب. چورابم یعنی جورابم. جواب یعنی جواب. جوابم یعنی جوابم. حساب یعنی مثلا حساب فیسبوک یا مثلا حساب بانکی یا حالا هرچی. حسابم یعنی حسابم. رقیب، رقیب، رقیبم، رقیبم. قلب یعنی قلب. قلبم یعنی قلبم. خب حالا کلمه ای که آخرش به که ختم شده باشه و بخواد پسوند بگیره به یوموشاگه، یعنی گه نرم، یعنی همون غه خودمون ولی نرمتر، تبدیل میشه. چوجوک یعنی بچه و یا پسر بچه. چوجوم یعنی بچم. تاباک یعنی بشقاب. تاباوم یعنی بشقابم. کاشک یعنی قاشق. کاشغم یعنی قاشقم. کولتوک یعنی مبل و یا صندلی. کولتوم یعنی مبلم، صندلی دسته دار مثلا، این صندلی رئیس مجلس و اینا رو میگن. یاتاک یعنی تخت. یاتاوم یعنی تخت خوابم. کلوک یعنی زیر سیگاری. کلوم یعنی زیر سیگاریم. فستک یعنی بادوم زمینی و یا پسته. فستوم یعنی پسته هم. خب. حالا برای اینکه بگیم تو یه چیزی داری، اول این پسونده رو به ابژمون اضافه میکنیم. اگر آخر هجای آخرش به آ و ای ختم بشه ان، اگه به ای و ای ختم بشه این، اگه به او و او ختم بشه اون، اگه به او و او ختم بشه یعنی داشته باشه، تو هجای آخرش به اون ختم میشه. از هر کدوم دوتا مثال زدم. بیلگیسایارن، کامپیوترت. یاترمن، سرمایت. کالمین، خودکارت. بیریکیمین، پسندازت. تلفنون، تلفنت. سرونون، مشکلت. گزون، چشمت. ازمون، انگورت. حالا اینجا ببینیم فرمولمون چجوریه. اول میگیم سنین، بعد میگیم حالا یه چیزیت این وار که میشه تو
داری. وار که میشه موجود میباشد. وقتی میگیم سنین اشته بیشه بیشه این وار، یعنی میگیم برای تو فلان چیزت موجود میباشد که میشه تو یه چیزی داری. مثلا برای تو کتابت موجود میباشد، اینجوری میگیم که میشه تو کتاب داری. Senin bilgisayarın var. تو کامپیوتر داری. خب دوستان یه چیزی اینجا واسهتون بگم، من همه اینا رو نوشتم. خب شما یه دفتر چیزی داشته باشین، همه اینا رو یادداشت بکنین. هرچند این ویدیو رو تا آخر نگاه بکنین دیگه مغزتون اشباع خواهد شد. فکر کنم تا آخر این ویدیو یعنی دیگه کاملا یاد بگیرید چه چیزایی هست، ولی اون فرمول و مثال ها رو، کلمه‌ای که لازم دارید رو یادداشت بکنید حتما. اگر تا اینجای ویدیو به دردتون خورده اون دکمه لایک هم بزنید که من این همه زحمت میکشم یه ذوق مرگ بشم. اوکی؟ برای اینکه از ویدیوهای بعدیمونم خبردار بشید اون زنگوله رو بزنید بعد سابسکرایب کردن، چون که مرتب من ویدیو نمیذارم، بعضی وقتا تونتون میذارم، بعضی وقتا یه ماه طول میکشه، دو ماه طول میکشه. شما اگه خبردار بشید به نفعتونه. اوکی، ادامه میدم. سنین یاترمن وار، تو سرمایه داری. سنین کالمین وار، تو مداد داری. سنین بریکیمین وار، تو پسنداز داری. سنین تلفنون وار، تو تلفن داری. سنین سرونون وار، تو مشکل داری. سنین گزون وار، تو چشم داری. سنین ازمون وار، تو انگور داری. خب حالا بریم سراغ مواردی که به حرف صدادار ختم میشن. اونجا هم فقط یه دونه نمیذاریم، بعد میگیم وار. مثالامون پاران پولت، یاردمجن کمک کارت، تیزن خالت، بیلگین اطلاعاتت، پیانون پیانوت، سورون سوالت، اوتون اوتوت، این اوتوی تو. خب حالا اینجوری میگیم چی؟ سنین پاران وار، تو پول داری. سنین یاردمجن وار، تو کمک کار داری. سنین تیزن وار، تو خاله داری. سنین بیلگین وار، تو اطلاع داری. سنین پیانون وار، تو پیانو داری. سنین سورون وار، تو سوال داری. سنین اوتون، ببخشید، سنین اوتون وار، تو اوتو داری. حالا اینجا هم باز کلمه‌ای رو داریم که آخرشون به پ ختم میشه و تبدیل به ب میشه و پسوند ان رو آخرش داریم، حالت چهارگانه که حالا اینجا خب ادامه بدم. کتاب کتابن، دولاب دولابن، چراب چرابن، جواب جوابن، حساب حسابن، رکیب رکیبن، کلب، ببخشید، کالب، کالبن، کالبین. خب یه خود عجله کردم، اد ندارم. بریم سراغ اونایی که آخرشون به که ختم میشه. چجوک، چجون. میدونید که چجوری جمله درست کنی. اول میگید سنین، بعد میگید چجون وار، یعنی تو بچه داری. تاباک، تاباون. کاشک، کاشغن. کلتوک، کلتوغون. یاتاک، یاتاغن. کلک، کلغن. فستق، فستغن. حالا بریم برای او، برای سوم شخص مفرد. برای سوم شخص مفرد حالت چهارگانه پسوند ای رو داریم. اگه آ و ا
در هجای آخرمون باشه ا، پس پسوندمون ا خواهد بود. اگر ا و ای داشته باشیم پسوندمون ای خواهد بود. اگر او و او داشته باشیم پسوندمون او. اگر او و او داشته باشیم پسوندمون او. حالا همون کلمه ها رو داریم. بیلگیسایره، یاترمه، کلمه، بیریکیمه، تلفونو، سورونو، گزو، üzümü. Kimse kompüteri, sermayeş, medadeş, pesendazeş, telefoneş, moşkeleş, çeşmeş, engureş. خب اینم برای سوم شخص مفرد. بعد میایم چیکار میکنیم؟ بریم سراغ فرمولمون. میگیم onun işte bir şey bir şeyi var. او falan çiz دارد. وار میشه موجود میباشد. اونون بیشهی وار برای او فلان چیزش موجود میباشد که میشه او فلان چیز دارد. اونون بیلگیسایری وار، او کامپیوتر دارد. اونون یاترمی وار، او سرمایه دارد. اونون کلمی وار، او مداد دارد. اونون بیریکیمی وار، او پسنداز دارد. اونون تلفونو وار، او تلفن دارد. اونون سرونو وار، او مشکل دارد. اونون گزو وار، او چشم دارد. اونون üzümü وار، او انگور دارد. حالا اگر به حروف صدادار ختم بشه، اون وقت چون پسوندمون فقط یه دونه صدای ای بود، باید بین این حروف صدادار و این حرف صدادار یه حرفی بیاد که اینجا حرف س رو داریم. در واقع حروفی که به حروف صدادار ختم میشن، در صورتی که پسوند مالکیت بخواد واسهشون بیاد، به پسوند سی ختم خواهند شد. حالت چارگانه دار. بعد میگیم وار، یعنی میشه ایسی، اسی، آسی، اوسو، اوسو، اوسو و اوسو. مثال بزنیم. پارسی، پولش، یاردمجیسی، کمککارش، تیزسی، خالش، بیلگیسی، اطلاعاتش، پیانوسو، پیانوش، سوروسو، سوالش، اوتوسو، اوتوش. Onun parası var. U pul darad. Onun yardımcısı var. U komakkar darad. Onun teyzesi var. U hale darad. Onun bilgisi var. U etela darad. Onun piyanosu var. U piyano darad. Onun sorusu var. U sual darad. Onun ütüsü var. U ütü. ببخشید خاطی کردم. او اوتو، او اوتو دارد. ایت. حالا بریم سراغ کلماتی که آخرشون به پ ختم میشه. کتاب، کتابی، دولاب، دولابی، چراب، چرابی، جواب، جوابی، حساب، حسابی، رکیب، رکیبی، قلب، قلبی. دقت بکنید، یه چیزی بگم. این ای آخر، کلن ای هایی که توی ترکیه شبیه ای فارسی نیست. خب مثلا ما نمیگیم راکیبی، نمیگیم راکیبی، یعنی ای رو زیاد نمیکشیم، زیاد همچین خالص تلفظ نمی کنیم در زبان ترکی. یه مقدار اون لهجه ترکی که میگن درش وجود داره، یعنی ایها یه مقدار حالت خفه و یه مقدار حالت بسته تلفظ میشه. نمیگیم راکیبی، میگیم راکیبی، راکیبی، با راکیبی فرق میکنه. یه خود برره ایشون. این ای آخر مثلا کاملا راکیبی نیستش، راکیبی.
یه ای خیلی کوتاه هستش. ای. نمیگیم ای. میگیم ای. بعد مثلا اینجا نمیگیم کالبی. میگیم کالبه. کالبه. ای ها خیلی کوتاه تلفظ میشن. یه مقدار خفه، یه مقدار بسته تلفظ میشن. اینه که مثلا یه نفر فارسی صحبت میکنه، فارس، یه نفر فارس میاد فرزن چیز میکنه، اسمش چیه، ترکی صحبت میکنه، این ایا رو خیلی میکشه، خیلی خنده دار میشه. اینه که دقت بکنید، زیبا صحبت بکنید. هر زبونی رو صحبت میکنید، زیبا صحبت کنید. اوکی. خب حالا میریم سراغ کلماتی که آخرشون به که ختم میشه. چوجوک، چوجوغو، تاباک، تاباغو، کاشک، کاشغو، کولتوک، کولتوغو، یاتاک، یاتاغو، کلوک، کلوغو، فستق، فستغو. حالا بریم سراغ اول شخص جمع. اول پسوند مالکیت رو داریم در حالت چهارگانه. امز، ایمیز، اوموز و ایمیز. بیلگیسایرمز یعنی کامپیوترمون. یاترممز سرمایمون. کالممیز مدادمان، خودکارمان. بیریکیمیمیز پس اندازمون. دقت کنید صدای ای رو چجوری میگم. نمیگم بیریکی میمیز. خب این میشه با لهجه فارسی. بیریکی میمیز نیستشین. بیریکی میمیز. یه مقدار خفه تر کنید اون تلفظ صدای ای رو. بیریکی میمیز خیلی خنده داره. بعد بگید بیریکی میمیز. یه خود همچی کلوف ترش کن. تلفنموز، سرونموز، گزمز، üzümümüz. خب بریم سراغ جمله بندیمون. میگیم بیزیم بیشی بیشیمیز وار. ما یه چیزی داریم. وار میشه موجود میباشد. بیزیم بیشیمیز وار میشه برای ما فلان چیزمان موجود میباشد و یا وجود دارد. یعنی ما فلان چیز را داریم. مثلا ما برای ما کتابمان موجود می باشد. یعنی چی؟ یعنی ما کتاب داریم. خب جمله ها رو می خونم دیگه فارسی شو. خب هستن کسایی که فارسی هم یاد می گیرن از اینجا. ترکایی هستن که فارسی هم یاد می گیرن. به خاطر همون فارسی شو می خونم که اونا هم استفاده بکنن. بیزیم بیلگیسایرمز وار. ما کامپیوتر داریم. بیزیم یاترممیز وار. ما سرمایه داریم. بیزیم کالممیز وار. ما مداد داریم. بیزیم بیریکیممیز وار. ما پسنداز داریم. بیزیم تلفنموز وار. ما تلفن داریم. بیزیم سرونموز وار. ما مشکل داریم. بیزیم گزمیز وار. ما چشم داریم. بیزیم üzümümüz وار. ما انگور داریم. بیزیم. بعد کلمه‌ای که آخرشون به حرف صدادار ختم میشه و پسوند مز رو میاریم. میگیم واش. میشه پارامز، پولمان، یاردمجیمز، کمککارمان، تیزمیز، خالمان. آی 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 کجا رفت؟ بیا غب. اوکی. از کجا موندیم؟ از خالمون. بیلگیمیز اطلاعاتمان. پیانوموز پیانومان. سوروموز سوالمان. اوتومیز اوتومون. چه دستم عادت کرد. کلیک کلیک. اوکی. بیزیم پارامز وار. ما پول داریم. بیزیم یاردمجیمیز وار. ما کمککار داریم. بیزیم تیزمیز وار. ما خاله داریم. بیزیم بیلگیمیز وار.
ما اطلاع داریم. بیزیم پیانومز وار، ما پیانو داریم. بیزیم سورومز وار، ما سوال داریم. بیزیم اتومز وار، ما اتو داریم. کتاب، کتابمز، کتابمان. دولاب، دولابمز، کمودمان. چوراب، چورابمز، جورابمان. جواب، جوابمز، جوابمان. حساب، حسابمز، حسابمان. رکیب، رکیبمز، رقیبمان. قلب، قلبمز، قلبمان. به ایها تلفظشون دقت بکنید. چوجوق، چوجوغمز. تاباق، تاباغمز. فارسیشو بخونم یه بار دیگه. چوجوق، چوجوغمز، بچه‌مان. تاباق، تاباغمز، بشقابمان. کاشیق، کاشیغمز، قاشقمان. کولتوک، کولتوغمز، مبلمان. یاتاق، یاتاغمز، تخت خوابمان. کلوک، کلوغمز، زیر سیگاریمان. فستق، فستقمز، پستمان. بله، بریم سراغ دوم شخص جمع. پسوند اینز رو داریم در حالت چهارگانه. اینز، اینز، اونز و اینز. خب میگیم بیلگیسایارنز، بیلگیسایارنز، کامپیوترتان. ببینید آدم خسته میشه بعد شما لایک نمی کنید. لایک کنید دیگه آدم. یاترمنز، سرمایه‌تان. کالمینز، مدادتان، خودکارتان. بریکیمینز، پسندازتان. یه بار دیگه میخونم، بریکیمینز، نمیگم بریکیمینز. تلفنونوز، تلفنتان. سورونونوز، مشکلتان. گزونوز، چشمتان. ازومنوز، انگورتان. بریم میگیم سیزین بیشینیز وار، یعنی شما فلان چیز رو دارید، و یا سیزلرین بیشی وار. اگه یادتون باشه، روزه هستم نمیتونم آب بخورم. اگه یادتون باشه در پسوندهای، ببخشید، در ضمیرهای فاعلی سیزین به معنی شما بود، سیزلرین به معنی شماها بود. خب حالا اگر بگیم سیزین، پسوند اینیز رو خواهیم داشت. اگر بگیم سیزلرین، پسوند ای رو خواهیم داشت، حالت چهارگانه. خب به این دو مورد دقت بکنید، علاوه بر دقتتون یادداشت بکنید و مرتب جمله درست بکنید. همین کلمه‌هایی که مثلا به که و په ختم میشه دیگه خودتون جمله درست بکنید با همینا، که براتون تمرین بشه. هر سوالی هم داشتید بپرسید، من جواب میدم. خب حالا مثالامون اینجوری، اول بیایم با سیزین بگم. سیزین بیلگیسایارنز وار، این شما کامپیوتر دارید. سیزین یاترمنز وار، یعنی شما سرمایه دارید. سیزین کالمینز وار، یعنی شما ها مداد دارید. سیزین بریکیمینز وار، شما پسنداز دارید. سیزین تلفنونز وار، شما تلفن دارید. سیزین سورونونز وار، شما مشکل دارید. سیزین گزونوز وار، شما چشم دارید. سیزین نیده؟ ازومنوز وار، شما انگور دارید. حالا با سیزلرین میگم. سیزلرین بیلگیسایاری وار، یعنی شما ها کامپیوتر دارید. سیزلرین یاترمی وار، شما سرمایه دارید. خب اگر این کلمه ها جمع باشن، این خب کلمه جمعه، این اینور جمعه، با این کار نداریم. اگر اینی که اینجا هست هم جمع باشه، باز هم این پسوند رو میگیره. بگم بهتون، باز هم همین پسوند رو میگیره.
Sizin bilgisayarı var, şama kompüter дарит, sizin yatırımı var, şama sermaye дарит. Sizin kalemi var. Şama medat дарит. Ben ne miyim kalemi? Miyim kalemi? Elikuta. Sizlerin birikimi var. Şama pesendaz дарит. Sizlerin telefonu var. Şama telefon дарит. Sizlerin sorunu var. Şama moşkel дарит. Sizlerin gözü var. Şomaha çeşim darit. Sizlerin üzümü var. Şomaha engur darit. بریم سراغ اونایی که به حرف صدادار ختم میشن. اونجا پسوند نز رو خواهند داشت. اگر سیزلرین رو داشته باشیم و به حروف صدادار ختم بشه، اونجا هم پسوند سی رو خواهند داشت، چون یه دونه حرف صدادار بود اون پسوند، اینجا باید حرف سه بیاد. دقت داشته باشید. بعدش میگیم وار. اینا رو حتما یادداشت کنید که این پسوند سی میشه چی؟ میشه ایسی، اسی، آسی، اوسو، 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 اوسو. حالا میایم میگیم سیزین پارانز، یعنی پولتان، سیزین یاردمجنز، کمککارتان، سیزین تیزنیز، خالتان، سیزین بیلگینیز، اطلاعاتتان، سیزین پیانونوز، پیانوتان، سیزین سورونوز، سوالتان، سیزین اوتونوز، اوتویتان. حالا میایم میگیم سیزین پارانز وار، شما پول دارید. سیزین یاردمجنز وار، شما کمککار دارید. سیزین تیزنز وار، شما خاله دارید. سیزین بیلگینز وار، شما اطلاع دارید. سیزین پیانونوز وار، شما پیانو دارید. سیزین سورونونوز وار، شما سوال دارید. سیزین اوتونوز وار، شما اوتو دارید. حالا میایم با سیزلرین میگیم. پسوند سی رو داریم اینجا. سیزلرین پاراسی، پول شماها. سیزلرین یاردمجیسی، کمککار شماها. سیزلرین تیزسی، خاله شماها. سیزلرین بیلگیسی، اطلاعات شماها. سیزلرین پیانوسی، پیانوی شماها. سیزلرین سوروسی، سوال شماها. سیزلرین اوتوسی، اوتوی شماها. حالا میایم میگیم کتاب کتابنز، کتابتون. دولاب دولابنز، کمدتان. چراب چرابنز، جرابتان. جواب جوابنز، جوابتان. حساب حسابنز، حسابتان. رکیب رکیبنز، رقیبتان. قلب قلبنز، قلبتان. چوچوک چوچوونوز، بچه‌تان. تابک تاباغنز، بشقابتان. کاشیک کاشیغنز، قاشقتان. کلتوک کلتوونوز، مبلتان. یاتاک یاتاغنز، تخت خوابتان. کلیک کلیونوز، زیر سیگاریتان. فستک فستغنز، پستهتان. یه چیزی هم قبل این بگم، اگه بخوایم سیزلرین رو بیاریم هم پسوند ای رو خواهیم داشت به جای، میشه چوجو، تابه، کاشه، که توی چیز داشتیم، سوم شخص مفرد داشتیم. میتونید برید از اونجا نگاه بکنید. در کنار سیزلرین پسوند ای که میاد با اینا چطور میشه، تو سوم شخص مفرد برگردین، تو وسط های ویدیو هست، نگاه بکنید. اوکی. خب حالا پسوند ای رو داریم برای اونلار. هر جا که پسوند میبینید که این حالت جمع داره، سیزلر، اونلار، واسه بیزلر هم همونه، پسوند ای خواهد بود.
اینجا رو که دیگه فهمیدین نمیخواد بگم. بیلگیسایرو کامپیوترش، یاترمه سرمایهش، کلمه مدادش، بریکیمه پسندازش، تلفونو تلفونش، سرونو مشکلش، گزو چشمش، ازومه انگورش. نارم سری بگم. اونلارن بیشهی وار بدین صورت میشه چی؟ اونلارن بیلگیسایری وار، آنها کامپیوتر دارند. اونلارن یاترمی وار، آنها سرمایه دارند. اونلارن کلمه وار، آنها مداد دارند. اونلارن بریکیمی وار، آنها پسنداز دارند. اونلارن تلفونی وار، آنها تلفن دارند. اونلارن سرونی وار، آنها مشکل دارند. اونلارن گوزی وار، آنها چشم دارند. اونلارن ازومی وار، آنها انگور دارند. میای میگیم اونلارن حروف صدا دار و پسوندی که فقط حرف صدا داره چی میاد قبلش؟ س میشه سی. صدام داره میگیره. به این شکل این پسوندا این شکلی میان. یادداشت کنید یادتون نره. Onların parası, pul anha. Onların yardımcısı, komekkar anha. Onların teyzesi, hali anha. ببینید مثلا اگه اینجا فرزن onların رو نیارید. خب. اگه onların رو نیارید بگید teyzesi میشه خالش. معلوم نمیشه که این جمعه. چون سوم شخص مفرد با سوم شخص جمع پسوندشون یکیه اگه دقت بکنید. باید اونلارون رو بیارید که منظورمون از وقتی میگیم تیزسه یعنی خالی آنها. آنها مشخص بشه که چجوری هستش. فقط بگید تیزسه میشه خالش. ولی بگید اونلارون تیزسه میشه چی؟ خالی آنها. خب اونلارون تیزسه، اونلارون بیلگیسه. خب دقت کنید مثل ای تلفظ کردم بیلگی رو. اونلارن نگفتم اونلارن بیلگیسی. گفتم اونلارن بیلگیسی. خب اطلاعات آنها. اونلارن پیانوسو. پیانوی آنها. اونلارن سوروسو. سوال آنها. اونلارن اوتوسو. اوتوی آنها. خب اونلارن پارسی وار، آنها پول دارند. اونلارن یاردمجیسی وار، آنها کمککار دارند. اونلارن تیزسی وار، آنها خاله دارند. اونلارن بیلگیسی وار، آنها اطلاع دارند. اونلارن پیانوسی وار، آنها پیانو دارند. اونلارن سوروسی وار، آنها سوال دارند. اونلارن اوتوسی وار، آنها اوتو دارند. اوکی. فقط اینجا رو میخونم. اونلارن کتابی، کتابشان. اونلارن دولابی، کمدشان. اونلارن چورابی، جورابشان. اونلارن جوابی، جوابشان. اونلارن حسابی، حسابشان. اونلارن رقیبی، رقیبشان. اونلارن قلبی، قلبشان. اونلارن چوچو، بچه آنها. اونلارن تابل بشقابشان، بشقاب آنها. اونلارن کاشی، قاشقشان. اونلارن کلتو، مبل آنها. اونلارن یاتا، تخت خواب آنها. اونلارن کلو، زیر سیگاریشان. اونلارن فستی، پسته آنها. خب دوستان، همین حالت رو، همین فرمولی که برای وار داشتیم رو برای یک داریم. خب بخوایم بگیم فلانی فلان چیز رو ندارد، خب فلانی فلان چیز رو ندارد یعنی کلن این فعل دارد رو که اینجا
همه رو دارم داری داری همه رو گفتیم، اگه بخوایم بگیم ندارد نداریم ندارید فلان بهمان، بخوایم منفی کنیم، وار رو که به معنای هست، به معنای موجود می باشد هستش، برمی داریم، به جاش کلمه یک رو می زاریم. یعنی شما اونجا چیزی رو منفی نمی کنید، کلن فعل رو عوض می کنید. فرمول همونه، فقط اونجا که می گفتید وار می گید یک. یعنی میشه چی؟ مثلا می گفتیم برایم کتابم موجود می باشد، میشه چی؟ برایم کتابم موجود نیست، یعنی من کتاب ندارم. چند تا از مثالا رو میزنم. اینجا مثال قاطی میزنم با فایل های مختلف. اونلارن چوجو یوک. یعنی چی؟ آنها بچه ندارند. ببین به جای تمام وارها چی گذاشتم؟ یوک گذاشتم. اونلارن تلفونو یوک. آنها تلفن ندارند. سیزین بیلگینیز یوک. شما اطلاع ندارید. بیزین بیلگیسایارمز یوک. ما کامپیوتر نداریم. سنین سورون یوک. تو سوال نداری. بنیم سورونوم یوک. من مشکل ندارم. اونون اوتوسو یوک. آن اوتو ندارد. و یا آن شخص اوتو ندارد، او اوتو ندارد. خب اینجوری ندارد هم بهتون گفتم، یک یعنی موجود نمی باشد. حالا اگر بخوایم سوالی بپرسیم، اگر بخوایم یه چیزی رو سوالی بپرسیم، اینجوری میپرسیم. اولا بخوایم بگیم یه چیزی هست و یا نیست، میپرسیم هست. بخوایم بپرسیم هست، میگیم چی؟ وارم. برای این پسوند ببخشید کلمه سوالی م، برید ویدیوی کلمه سوالی رو ببینید. اسمش وارم یعنی هست. خب ولی مثلا بگیم سنین پاران وارم، میشه تو پول داری. اگه بگیم سنین پاران وار، میشه تو پول داری. اگه بگیم سنین پاران وارم، میشه سوال. میشه سوال بله نه خیر. یعنی تو پول داری؟ حالا اگه بخوایم بگیم نداری، باید بپرسیم نیست، که میشه چی؟ یکمو. حتی یه ترانه‌ای هست به اسم یکمو، برید اونم گوش کنید، خیلی قشنگه. یکمو یعنی نیست. حالا بخوایم بگیم نداری، میگیم چی؟ سنین پاران یکمو. بخوایم بگیم تو پول نداری در حالت اخباری، میگیم چی؟ میگیم سنین پاران یک، یعنی تو پول نداری. ولی بخوایم سوال بپرسیم، باید مو رو اضافه بکنیم. سنین پاران یکمو. تو پول نداری؟ یکمو. نداری؟ اینجوری هم حالت سوالیش رو میپرسیم. خب بله، به پایان آمدیم ویدیو. درس همچنان باقی است. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین، دستتون درد نکنه، گوشاتون هم درد نکنه، هر سوالی دارین بنویسین. مواظب خودتون باشین. موفق باشین.